عرض سلام و تقدیم ارادت به نام نامی حضرت حق، با درود خدا به روان پاک اشرف انبیا محمد مصطفی، به بخش دیگری از پخش برنامه های زنده و مستقیم در این روز، روز شنبه، در حضور شما میپردازیم و خدا رو شکر میکنم برای توفیق مجددی که حاصل شده و یک بار دیگر به زیارت قلب های شما موفق و مؤید میشوم. برای من افتخاری است که در حضور شما باشم و خبرهایی رو که میشنوم و تماس هایی که با من میگیرید و از اینکه این برنامه نسبتاً سنگین و طولانی رو با حوصله و دقت ادامه میدهید و نگاه میکنید و توجه دارید، صمیمانه از شما تشکر میکنم و توفیق فرد فرد شما عزیزان رو از خدای بزرگ مسئلت دارم. برای دوستانی که این برنامه ها رو میپسندند، برای دوستانی که این برنامه ها رو مضر میدانند، مفید نمیدانند و دوستانی که رنجیده میشوند از این برنامه ها و دوستانی که راضی و خوشحال هستند، به همه شما سلام میکنم، به همه شما احترام میگذارم و برای همه شما و نظریات همه شما ارزش قائل هستم و تنها چیزی که در این مورد به عنوان یک برادر، به عنوان یک دوست توضیح میدهم این است که انسان اگر بتواند که در قضاوتهای خودش تا اونجایی که امکان داره موضوع خصومت و موضوع برخوردهای شخصی رو یا منافع خارج از مطالبی که ذکر میشه اونها رو کنار بگذاره و بی‌طرفانه در مورد موضوعات قضاوت بکنه، خود او بیشتر از همه منفعت میبره و مسائل برای او بهتر قابل طرح و قابل فهم میشه. ولی انسان وقتی که پشت پرده خصومت و غضب یا عصبانیت یا دشمنی قرار میگیره، اول بار حجاب جلوی چشم خودش ایجاد میکنه و برای خودش مشکل ایجاد میکنه. چون در طول برنامه نمیخوام که هم کار خودم و هم کار شما رو مختل کنم و توجه شما رو به چیزهای دیگه جلب بکنم، فقط توضیح میدم که ما برای ادامه این برنامه ها واقعا احتیاج به کمک و مساعدت داریم و برای کسانی که امکان داره برای شما، من فکر میکنم بیشتر شما، برای شما امکان داره که ماهیانه مبلغ مختصری کنار بگذارید و کمک بکنید که ما بتوانیم که لااقل از یک نظر آرامش داشته باشیم و این برنامه ها رو به صورت مسلسل و مفید در اختیار شما بگذاریم. به بخش کوتاهی از این برنامه اختصاص داره، به نتیجه گیری نهایی از آیه شماره 228 سوره دوم قرآن. بعد از شنیدن اصل آیه به زبان قاری و بعد معنی اون و اشاره به فهرست مطالب مهم آیه، به آیه بعدی میپردازیم. قبل از اون به این آیه با هم نگاه میکنیم. دوست ما در اتاق فرمان حتما این آیه رو روی صفحه برای شما قرار خواهند داد. با هم به تلاوت این آیه توجه میکنیم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف
وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. معنی خلاصه این آیه که در برنامه های قبلی چندین بار به تفصیل گفته شده، زنهایی که طلاق میگیرن، طلاق پیدا میکنن، طلاق دار میشوند، مطلقه هستند، بایستی که تربص کنند یا عده نگه دارند نسبت به ازدواجشون، نسبت به خودشون، به انفسهن، یعنی که به نفسهاشون، یعنی منظور به موضوع خصوصی ازدواجی که مربوط به خودشون میشه، مربوط به ازدواج میشه. در مورد ازدواج برای زنهای مطلقه یک دورانی به نام تربص در قرآن قائل شدند که ممنوعیت ازدواج در اون دورانه و اون معادل با سه مرحله تطهیر از عادات ماهیانه است که نشان می‌دهد که زن از نظر بارداری تکلیفش چی هست، باردار هست یا نیست. و همینطور در این آیه گفته می‌شود که برای زنها مجاز و حلال نیست که، جز به حق اونها نیست که پنهان کنند اون چیزی رو که بعد از طلاق گرفتن به بارداری معنی میشه. جز به حقوق زن این نیست که بارداری خودش رو کتمان کنه، این حق رو نداره و بایستی که موضوع بارداری او هم برای شوهر قبلیش و هم برای در واقع ثبت اسناد اون واحد سیاسی که در اونجا زندگی میکنه، هم برای شوهری که بعداً میخواهد که با او ازدواج بکند، برای همه اینها بایستی که گفته بشه اگر که زن میداند که باردار است. و این مخصوص به زنی است که اگه ایمان دارد به خدا و به روز آخر، روز آخرت، قیامت، و اگر این کار رو نکنه نشان میده که نه به خدا ایمان داره نه به روز آخرت. و بعد بعول به معنای شوهران، شوهرانی که در دوران عده هستند به این نام صدا میشن، که اونها محقتر هستند که در این مورد ازدواج که اگر که قصد اصلاح و سازش داشته باشند. و علت حق بیشتر مرد در اینجا که بعضی اوقات معنی میشه و اشتباه هم معنی میشه نسبت به زنها نیست، بلکه مردها حق بیشتری دارند در امر رجوع و بازگشت به زندگی بر اساس اینکه مردها، یعنی شوهر سابق اون زن، در زمان عده احتیاج به عقد مجدد نداره، ولی مرد دیگری اگر بخواهد با او ازدواج کند بایستی که تعامل بکند و دوران عده سپری بشود. از این نظر بعول حق هستند، محقتر هستند به اینکه زن رو بازگشت بدهند، به ردهن، نه به اینکه زن بازگشت بکنه. موضوع رجوع مطرحه در اینجا. به نسبت به رجوع بین مردها، مردی که شوهر این زن بوده حق بیشتری داره و اون حقش هم معلومه که بدون اینکه عقد کنه میتونه که با رجوع به زندگی برگرد. و بعد ادامه میدهد که برای زنان همون حقی است که برای مردان هست در امر طلاق، یعنی حقوق طلاق زنها با مردها در نسبت قسمت قانونی جدا شدن حقوقشون مساوی است، ولی در بقیه موارد البته حقوق زن به مراتب بیشتر. و برای مردان و رجال علیهن درجتن، و بر له زن و بر علیه مرد درجه ای از اندازه‌گیری وجود داره.
یعنی درجه ای که طلاق در واقع علیه مرد کار میکنه بیشتر هست تا نسبت به زن و رجاله برای مردان علیه ندرجتن نسبت به زنها درجه ای وجود داره و این درجه در واقع مقدار تعهدی است که بعدها گفته میشه یا شاید هم گفته شده باشه تا حالا که نسبت به وظایف بعد از طلاق مرد وجود داره. والله عزیز الحکیم. و راجع به عزیز و حکیم هم در برنامه های قبلی توضیح داده شد. در بخش های گذشته و در ارتباط با این آیه مطالبی به عرض رسید که اینک به دنباله اون میپردازیم. به صورت خلاصه در آیه 228 زنان مطلقه قبل از ازدواج مجدد ازدواج دیگر مجبور به صبر یا تربص برای مدت 3 دوره کامل وقوع عادت ماهیانه هستند. مردان بعد از طلاق اجبار به رعایت زمان عده مثل زنها ندارند. عده یا تربص برای زنان وسیله و محملی است که با کاربرد آن اگر زن باردار بود حتما قبل از ازدواج بعدی پدر فرزند او کاملا شناخته و قطعا مشخص بشود. زن و مرد مطلقه در صورت تمایل و قبول رجوع و بازگشت و اصلاح احتیاج به عقد مجدد یا رعایت عده و تربص ندارند. می توانند هر زمانی که در طول مدت عده می توانند که بدون عقد و فقط با ثبت رجوع ازدواج رو یا زندگی زناشویی یا نکاح رو از سر بگیرند. مرد و زن در دوران عده هر دو حق رجوع دارند، هم زن به مرد هم مرد به مرد، و برای هیچ کدام عقد مجدد نکاح مجدد لازم نیست، عقد نکاح لازم نیست و می توانند که اونها بدون عقد فقط با ثبت رجوع متقابلا به هم مراجعه بکنند. موضوع ششم این است که زنان حتما بایستی که در صورت باردار بودن این بارداری خودشون رو برای اطلاع قانون همسر قبلی و همینطور برای همسر بعدی مطرح بکنند، آشکار بکنند که معلوم باشه. موضوع هفتم که از این آیه استنباط میشه دلیل این موضوع هست که ثبت و احراز هویت اشخاص از طریق شناخت مادر و پدر به این خاطر هست که از ازدواج بین محارم به لحاظ نبودن نامناسب کافی احتراز بشود. اگر که پدر و مادر افراد شناخته نشوند چه بسا که خواهر و برادر و محارم به طور کلی همدیگر نمیشناسند و با هم ازدواج میکنند و این خلاف چیزی است که قرآن توصیه کرده. موضوع هشتم این که زنان برای اعلام حاملگی خودشون چیزی که باید اعلام بکنند خود زنها مورد اعتماد هستند و اعلان زن به ایمان و اخلاق و پابندی او به قانون واگذار شده. یعنی لازم نیست که زن بازرسی بشه، بررسی بشه و شاهدی برای این کار باشه. اگر زن گفت من حامل نیستم، نیست و باید قبول کرد ازش. موضوع نهم این هست که حقوق طلاق برای زن و مرد فقط در موضوع طلاق با هم برابر است. میدانیم که موضوع دهم این که میدانیم طلاق شامل 3 قسمت معمولا، یکی جدایی قانونیه یا اینکه قرارداد نکاح اسقاط میشه، و موضوعات مالی موضوع دوم و حقوق سرپرستی اطفال هست و وظیفه سرپرستی اطفال. در قوانین کشورهایی که معروف به اسلامی هستند اینها در یک مرحله این کار رو انجام میدن دادگاه ها،
یا قدیم که اینطور بوده. در کشورهای غربی به خصوص در کشور آمریکا موضوع دیورس یا موضوع سگانه مدیریت مالی، مدیریت امور اطفال و جدایی قانونی، اینا سه مرحله مختلف هست که دیورس یا طلاق شامل هر سه اینها میشه و لزوما در یک مرحله این کارها انجام نمیشه. زن و شوهرهایی هستن که جدا شدن از هم به صورت قانونی، نکاحشون باطل شده، اسقاط شده، 5 سال 6 سال پیش هنوز بر سر سرپرستی بچه ها و موضوعات مالی از هم جدا نشدن، هنوز یک نوعی مسئول هم هستند و به هم مرتبط هستند، که توضیحش در اینجا طولانی است، ولی صحنه های بسیار عجیب و حیرت آوری هم پیش میاد، به خصوص اگر که یک مردی 2-3 بار ازدواج کرده باشه یا زنی 2-3 بار ازدواج کرده باشه، بعد یک مرتبه میبینید که در موضوع مدیریت های مالی مثلا زن یک نفر از شوهر سوم نفری دیگه از بیمه اون مثلا بازنشستگی دریافت میکنه. یک صحنه های عجیب غریب فراموش نشدنی در روابط اینها پیش میاد، به خاطر مسائل و مشکلات مالی است که حل و فصلش هم بسیار مشکل، روز به روز هم مشکل تر میشه. طلاق شامل یکی جدایی قانونی است، یکی موضوعات مالی است و همینطور حقوق و مسئولیت سرپرستی اطفال. موضوع 11 حقوق زن و مرد فقط در اسقاط نکاح با هم برابره، این در اون قسمت طلاق هست که زن و مرد حقوقشون برابره، ولیکن در بخش‌های امور مالی مثلا در حضانت اطفال، در حقوق زن و مسائل بسیاری دیگری هست که توضیح داده شده حقوق زنها به مراتب بیشتر از حقوق مرد هاست. روش یا میزان یا استاندارد بررسی مسائلی که مطرح شد باید بر اساس عقل و حکمت و همچنین انصاف و عدالت و گذشت و رأفت، یعنی 6 مورد رو ما در نظر میگیریم، این 6 مورد رو با هم ترکیب میکنیم، یک اسم واحدی روی این میگذاریم در اصطلاح قرآن. من بارها حالا تا مدتی که ذهن ما از حفظ آشنا بشه به معنی این واژه سعی میکنن در هر موردی که پیش میاد فهرست معانی این واژه رو استفاده بکنم که بیننده به خاطر بسپاره. منظور من اون چیزیست که قرآن میگوید معروف. معروف هر وقت که قرآن میگه منظور کاربرد عقل، حکمت، انصاف، عدالت، گذشت، رأفت، سنت، فرهنگ و ارزش‌های جامعه و بالاتر از همه قانونه. اینها رو همه رو کنار هم بگذارید و با هم ترکیب بکنید، یک واژه‌ای به دست میاد به نام معروف، که هر وقت قرآن میگوید به معروف بکنید این کار رو، یعنی مطابق این فهرستی که برای شما برخوانده شد. موضوع 13 این است که در هر حال و در هر صورت اصلاح و رفع اشکال از سوی زن و شوهر قبل از طلاقی که قطعی بشه، دوران عده بگذره، یک مرحله داره. در دوران عده وقتی وارد میشن یک حالت دیگه ای داره و به طور کلی در قرآن خیلی توصیه شده که اولا سعی کنن کار به طلاق نکشه، اگر که با نصیحتی، با موعظه‌ای، با اصلاحی، با تعدیلی کار انجام میشه، و اگر نمیشه و وارد طلاق میشن، باز هم در طول مدت عده یا در طول اون 3 ماه یا 3 وعده طهارت زن به مرد و زن اجازه داده میشه یه تسهیلاتی برای اینها فراهم کنه، که لازم نیست تشریفات عقد و ازدواج و اینها رو انجام بدن، فقط کافیست که اقرار به رجوع بکنن طرفین و برگردن و زندگیشون رو ادامه بدن و ببخشن هم دیگر رو اگر میتوانند، و اگر که در این مدت جدایی فرصت داشتن که فکر بکنن که رفع اشکال بکنند از هم، این کار رو انجام بده. موضوع 14 که در این آیه مطرح شده
قرآن مرد یا شوهر یا زوج رو در طول تاریخ و ایام عده و یا تربص به او بعول خوانده و او رو زوج نام نهاده، یا مرد نگفته، از واژه بعول استفاده کرده. بعول به اصل واژه یعنی لعلبر، بعلبر میگردد و بعد یکی از مواردی که داره در تاریخ، شاید که میدونید که تاریخ بعل خیلی طولانیه، شاید 8000 سال 9000 سال تاریخ داره و تقریبا تمام باورهای دنیا از چین به این طرف آفریقا و اروپا و آمریکایی که ما الان توش هستیم، سرخپوستای آمریکا، اینها همه یک نوعی با این واژه بعل یا مفهوم واژه بعل آشنا هستند. حالا در آیین ادیان باستانی، آیین مهر، آیین زردشت، آیین فنیقی، هندویی، بودایی، برهمایی، یهودی، نصارا، اینها همه غیر از اسلام، اسلام هم داره البته، ولی پیش از اسلام همه اینها هم در مورد بعل صحبت کردند. و یکی از صفات بعول که تقریبا در همه آثار هم مشترک هست، صفت کامجویی و کامبخشی است. یعنی وقتی که ما راجع به بعل صحبت میکنیم، که جلسه پیش عکسای این رو هم، عکسای تاریخی قدیمی و اینها رو هم نشون دادیم که نگرش دنیا، نگرش آکادمیک دنیا، نگرش تاریخ آکادمیک دنیا به این موضوعات از قرن 17 به ما رسیده. ما قبل از قرن 17 خیلی نوشته یا اطلاعاتی در مورد بعل نداریم، جز اینکه به آثار دینی مراجعه کنی. بیشتر هم اینها در موضوع کتاب Old Testament، به اصطلاح تورات اهل عتیق، خیلی در اونجا زیاد این واژه بعل آمده. نتیجه، چون فرصت میخواییم به آیه بعدی بپردازیم، همینقدر به طور خیلی خلاصه عرض میکنم که بعل جزء چیز خصوصیات مختلفی که داره، بعضی ها خوب میدانن، بعضی ها بد میدانن. مواردی است که همون تورات بعل رو خوب میدانه، بد میدانه، همه اینها که از روش سریع رد بشیم، یک نتیجه مشترک میگیریم که بعل هم کامیاب بوده، کامیابی میکرده، هم کامجویی میکرده، هم کامدهی میکرده. این موضوع کام دادن و لذت بخشیدن بعل که قرآن هم با همه اینها آشنا بوده. منظور من از قرآن الفاظ قرآنی است، فرهنگ قرآنی است، کلامی است که به وسیله انسانها گفته شده. انسانها و این کلماتی که میگفتند، در اونهایی هم که میشنیدند این واژه ها رو، این لغات رو، همه میدانستند که بعل در ارتباط با موضوعات جنسی و موضوعاتی که جنبه کام بردن و کام دادن میداده، هم کام میبرده بعل و هم کام میبخشیده. و کام بخشیدن بعل به کامیاب شدن زن مختوم و منجر و منتهی میشه. و بنابراین اگر که بعل صفت کام دهنده داشته باشد، طبعا بایستی که زن کام گیرنده، در مقام کام گیرنده باشه. حالا ما در لفاف صحبت میکنیم و محدود، ولی فکر میکنم که مفهوم کاملا قابل انتقال هست و بینندگانی که باید بدانند، حتما میدانند که این حق یکی از حقوق زن است که بزرگترین جنایت در طول تاریخ نسبت به زن بر اثر ندیدن این حقی است که قرآن به زن داده. و چیزی رو که خدا حلال کرده، دیگران حرام اعلام کردند. و به خصوص فقه و فتوا و کتب دینی که مدعی هستند که متکیه به قرآنه و نیست، اونها همه این حق رو از زن گرفتن و به طور کلی کامجویی زن رو و رسیدن زن رو به مقام کامیابی یک نوع فحشا، یک نوع گناه
و یک نوع انحراف قابل مجازات تشخیص دادن و در واقع خارج از باند اخلاق و نزاکت میبینه جامعه، همه جامعه اسلامی، همه جامعه مردانه اسلامی و طبعا زنها هم که 15 قرنه که با این تعالیم خو گرفتن و بزرگ شدن، برای زن هم همینطور هست. قبول کرده زن هم که کامجویی و کامیابی او نوعا یک کار ناشزه بودن، خلاف بودن، سرکش بودن، در مرزهای فقدان اخلاق قدم گذاشتن و نوعی عمل فحشا و زشتکاری و غیر قابل پذیرش است. این برداشت زن است و البته در مورد مرد هم که تردیدی نیست که اگر که ثابت بشود در فقه بیشتر شاخه ها و فرقه های اسلامی این هست که اگر ثابت بشود که زن از رابطه جنسی کامجو شده یا کامیاب شده یا ارضا شده، این میتواند که به عنوان یک جنایت زن رو مورد تنبیه کیفری قرار بدهد. این رو قرآن در واقع با نامیدن شوهر در ایام عده بعول که جمع بعله، اصلا بعول با جایگاه و پایگاه بعل رو نشان میده و به مرد خطاب شده، نوعا در ادبیات قرآن، در ادبیات عرب، در شرایط فرهنگی اون زمان جز این واژه و جز از این طریق به هیچ عنوان امکان نداشته که چنین حقی رو که جرم و جنایت تلقی می شده در کمال ظرافت و نزاکت به زنها بازگرداند. یکی از صفات بعول که تقریبا در همه آثار مشترک هست، صفت کامجویی، کامیابی و تمکین و تأمین کامیابی است و در بسیاری از مجسمه ها او بعول هم زن است و هم مرد، و بعول به معنای مسئول و هم به معنای کسی است که در نکاح با او هم تأمین اقتصادی می شود و هم تأمین نیازهای جسمانی می شود، هم تأمین نیازهای روحی و عاطفی انجام می شود. به بیان دیگر، کامجویی و تلذذ برای زنان یکی از حقوق نکاحی زنان است که نادیده گرفته شده و تکذیب شده، اما بالاتر از نادیده گرفتن، و این تجاوزی است که بر زنان وارد شده. میپردازیم به توضیح درباره آیه شماره 229 اتاق فرمان، امساک به معروف و تصریح به احسان. امساک به معروف و تصریح با تی دو نقطه و سین برای کسانی که صدای ما رو میشنوند و تصویر ما رو نمیبینند، تصریح به معنای رها کردن، آزاد ساختن، پناه دادن، استقلال بخشیدن و زندان رها کردن و دست شستن و کاری به کار کسی نداشتن، در واقع کاملا از عده و از دوران تربص خارج شده و طلاق به انتها رسیده و قاطعیت پیدا کرده و صراحت با سین نباسات با هیجیمی، یعنی که جدایی، انقطاع و استقلال ایجاد شده. موضوع این آیه امساک به معروفه، یعنی اگر که زندگی میکنند بعد از طلاق اول، زندگی که میکنند باید بر مبنای امساک باشه، یعنی یه کارهایی رو که میکردن نکنن و یه کارهایی رو که نمیکردن بکنن، و نوعی تجربه جدید، نوعی نگرش جدید و نوعی اقدام جدید که جنبه عبرت گرفتن داره از اشتباهات گذشته. و امساک در زندگی در این آیه مربوط به دورانی می شود که یک بار طلاق انجام شده،
حالا یا در زمان عده یا بعد از عده زن و شوهر به هم بازگشتن و برای بار دوم زندگی رو شروع کردن. در این زندگی دوم بایستی که امساک بکنند، امساک به معنای خودداری از تکرار زشتی ها و نگه داشتن کارهای مفید و سودمند و ارزشدار. و تصریح به احسان هم این است که اگر زندگی میخوان بکنن با هم، بایستی که به معروف به همون 6-7 معنی که 2-3 دقیقه پیش عرض کردم، با قانون، با عدالت، با صلح، با دوستی، با ارزش، با فرهنگ، با اون چی که جامعه میپذیره، با چیزی که صلح و عدالت داره درش و با قانون هم تطبیق میکنه، اونها رو نگه بدارن. چیزهایی که باعث جدایی میشه اونها رو دور بریزن، بین میگوییم امساک. و اگر که این هم کار نکرد، امساک کار نکرد و برای بار دوم مجبور شدن که از هم جدا بشن، تصریح کنند در احسان. یعنی قانونی که به کار میبرن قانون احسان باشه برای جدا کردن و جدا شدن، قانون امساک باشه برای زندگی کردن. دو واژه رو به خاطر بسپاریم، امساک و تصریح. امساک به معروف برای زندگی، تصریح به احسان برای جدایی. متن آیه رو اتاق فرمان اگر که لطف بکنید و روی پرده قرار بدید، به این ترتیب قرائت میشه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن. خیلی عذر میخوام از حضورتون، این آیه 229 رو ما بیاریم. من گمان میکنم که یک دورانی میگذره که ما یاد بگیریم این تأخذو، انشالله که حالا تا این برنامه زنده همیشه این موضوعات رو همراهش داره. مفهوم این آیه رو برای شما میخوانم تا این کامپیوتر لود بشه. در این آیه میگوید که والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. والمطلقة الطلاق مرتانه، فامساک به معروف او تصریح به احسان. ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا الا ان یخافا الا یقیم حدود الله فان خفتم. و بقیه آیه طولانی است، عنوان به عنوان جلو میریم در خدمتتون. در قسمت اول میگوید که طلاق مرتان هست، طلاق دو بار است. یعنی طلاق در شریعت قرآن، نه شریعتی که فقه ایجاد کرده، در شریعت قرآن، در دین قرآن، نه دینی که انسان‌ها در کنار قرآن ساختن. الان من بحثی نمی کنم که اون دین خوبه، بده، زشت، زیباست، بهتره، هر چه هست. راجب دین قرآن سخن می گوییم که حتما اون دین با دین قرآن تفاوت می کنه. اگر که تفاوت نمی کرد که
روی دین قرآن دین نوشته نمیشد که. همین که دین نوشته میشه یعنی اون دین با این دین متفاوته. و الا شما یه کتابی رو که میخواید که کپی کنید، همون کتاب رو که خب اسمش قرآن میشه، پس وقتی چیز دیگری مینویسند در موردش، اون یه کتاب دیگری است و یک حکم دیگری داره و حتما باید متفاوت با این کتاب باشه، احتمالا بهتر از قرآن هم هست. و الا قرآن رو منتشر میکردن، قرآن رو نشر میدادن. ولی میبینیم که مرتب بین اون چی که خارج از قرآن به نام دین اختراع شده و اون چیزی که در قرآن نوشته شده، در طول این برنامه ها خواهید دید که چه تصادم های وحشتناکی وجود داره، چه تناقضاتی وجود داره. الان مثلا در تمام فقه های وجود که شامل فقه شیعه و فقه سنی و فقه اسماعیلی و فقه دیگری هم هست که مربوط به دانشمند و قرآنشناس معروف 125 سال پیش میشه که به نام محمد علی، که او هم یک فرقه جدیدی اضافه کرده و فرد دانشمندی هم بوده، حالا معلوم نیست که در زمان او فرقه ایجاد شده یا شاگردای او فرقه ایجاد کردن، چون خود او به نظر میرسه به ترجمه قرآنش که نگاه میکنید که انسان موحد و فهمیده‌ای بوده و ترجمه بسیار خوبی به انگلیسی داره محمد علی، که الان یک نوع به هر حال فرقه ای ساخته شده که بسیار هم با بقیه فرقه ها متفاوته. منظور در اون فرقه هم که نگاه میکنید، در تمام این فرقه ها بدون استثناء طلاق رو سه بار به رسمیت میشناسند. در صورتی که حالا یک مقداری هم وقت ما روی این کار باید بگذاریم، قرآن میگوید طلاق دو بار بیشتر نیست. بار سوم ما اصلا طلاق نداریم که خوب باشه یا بد باشه. در انبار قانونی قرآن دو تا طلاق وجود داره برای یک انسان، بین یک مرد و یک زن در یک نکاح یا در دو نکاح، یعنی یک مرد و یک زن به یک بار نکاح میکنن، به جدایی میرسه، در دوران عده با هم آشتی میکنن، رجوع میکنن، برمیگردن، میشه یک نکاح. یا اینکه نکاح میکنن بعد به دوران عده میرسه و دوران عده سپری میشه، زن و شوهر به طور قاطع از هم جدا میشن، اگه بخوان بازگشت کنن باید نکاح کنن، دو مرتبه میشه دو نکاح. در هر حال یک مرد و یک زن در رابطه نکاحی با هم، چه رجوع باشه، چه نکاح باشه، چه یک نکاح باشه، چه دو نکاح باشه، یک بار بیشتر نمی توانند که طلاق رو تکرار بکنند. یعنی جمع تعداد طلاق های قانونی که در رابطه نکاحی بین یک زن و شوهر انجام میشه دو طلاق بیشتر نیست. ولی شما به هر فقهی که مراجعه کنید می بینید که با سه طلاق سر و کار پیدا می کنید، که در این مورد یک کمی به تفصیل مجبور هستیم که توضیح بدهیم. اما در متن آیه اینطور آمده است که الطلاق مرتانه، یعنی که طلاق فقط دو بار است و بعد با رمل و استرلاب و بالاخره استدلال های مختلفی که نچندان هم معتبر است به این نتیجه رسیدن که خیر، دو بار معنی سه بار می دهد و همین هم مرسوم شده و به همین ترتیب هم عمل میکنند. همینطور که شما شنیدید که میگویند که آقا عصبانی شد، همسرش رو سه طلاقه کرد. یعنی چه کرد؟ یعنی گفت طلقت و سه بار طلاقش داد، سه تا طلاق هم که میدن دیگه رجوع نداره، بنابراین کار به محلل کشید. در صورتی که طلاق اول مفهوم میشه، طلاق توی اول یک جوری میشه توجیهش کرد،
ولی الان که طلاق داده، طلاق دوم رو به چی طلاق تو میگه؟ کدوم رابطه رو باطل میکنه؟ کدوم نکاح رو اسقاط میکنه؟ یک بار که با اول اعلام اول ایقاع طلاق کرده دیگه، گفته طلاق تو، طلاق داده شده، جدا شدن از هم. الان اینها زن و شوهری هستند که با هم هیچ رابطه ای ندارند. چرا؟ چون طلاق بین اینها انجام شده. حالا مرد بدون اینکه نکاح کرده باشه، بدون اینکه رجوع کرده باشه، برای بار دوم لغلغه زبان است که میگوید دفعه بر بار دوم طلاق تو. کدوم رابطه رو طلاق میدهی؟ کدوم رابطه رو جدا میکنی؟ کدوم نکاح رو اسقاط میکنی؟ گاهگاهی بد نیست که این سخنان گوهرباری رو که خود اون شوهر که عقلش به این کارها نمیرسه، پلوی کسی میره که متخصص این کاره و میگه من میخوام این زنم رو یک جوری طلاق بدم که دیگه اگرم دلم خواست نتونم باش نکاح بکنم یا رجوع بکنم یا عقدش بکنم. اون وقت اون استاد یا دانشمند یا نابغه میگوید خب سه طلاقش کن، سه بار بگو طلاقت دادم. سوال این است که بار اول که طلاق دادی فهمیدم، توضیح هم نمیخواد. نکاح داشتید، نکاح رو باطل کردید، حالا درست یا غلط یه چیزی گفتی به دهانت، اون هم البته توضیح خواهم داد که باطله. ولی فرض کنید که حالا در جدالی که میشه، در مجادله اون برنده میشه، میگیم نخیر گفتم طلاق تو، طلاق انجام شد. الان این دو نفر به هم غریبه شدند. حالا دفعه دومی که میگویی طلاق تو، چه چیزی رو طلاق میدهی؟ به کدوم رابطه اشاره میکنی؟ و بار سوم به کدوم رابطه اشاره میکنی؟ الطلاق و مرتان، طلاق دو بار است، یعنی تنها دو بار در ارتباط با یک نکاح دو طلاق میتواند که معتبر باشد. در اینجا یک موضوع فوق‌العاده مهم مطرح میشود، یعنی اگر یک عقد نکاح نتواند که به طلاق ارادی و اختیاری توسط زن یا توسط مرد برسد، در صورت عدم سازش اون نکاح و یا اون ازدواج، حتی اگر صیغه نکاح و اینها رو هم همه درست خوانده باشند، اگر نکاحی قابلیت طلاق نداشته باشد، اون نکاح زنا محسوب میشه. یعنی مثال اینطوری براتون بزنم که اگر که من مثلا فرض بفرمایید که یک زنی میخوام اختیار بکنم، خب میریم با هم توافق میکنیم و به ترازی میرسیم و رضایت میدیم، رضایت میگیریم، انشاءالله که عاقل و بالغ و ظرفیت قانونی هم داریم، به سلامتی و مبارکی زن و شوهر میشه. اگر که این زن و شوهر شدن، باید دارای خاصیت هایی باشه. مثلا بگویند که این زن و شوهر با هم ازدواج کردن ولی زنی در بین نبود، یا این زن و شوهر با هم ازدواج کردن شوهری در بین نبود، یا بلوغی در بین نبود، یا ظرفیتی در بین نبود، یا رضایتی در بین نبود. خب میگن پس با چی ازدواج کردی؟ طبق کدام شرط ازدواج کردی؟ یکی از شرایط بلافصل و بنیادی در هر نکاحی وجود شرایط تخلفه. یعنی نشان میده، باید نشان بده هر قراردادی که اگر این قرارداد به اشکال برخورد کرد، راه های فسخ قرارداد رو باید نشان بده که من این خانه رو از شما میخرم، اما اگر که این کار به فساد برخورد کرد، مثلا من خانه رو از شما خریدم به 10,000 دلار و بعد قرار بر این است که اگر این خانه اونطوری که شما معرفی کردید باشه، من این خانه رو میخرم. حالا این خانه رو خریدم مشروط، آمدم داخل خانه، میبینم که اون خانه‌ای که من خواستم این نیست، یک اشکالاتی داره، میگم من این خانه رو بخوام پس بدم. میگن این قراردادی که بستی درسته که گفتن که اگر نپسندیدی پس میدی،
ولی الان قانونا امکان اون کار وجود نداره. اگر چنین چیزی باشه اصلا اون قرارداد از اول باطله. زن و شوهر وقتی که با هم نکاح پیدا می کنند قانون نکاح رو رعایت باید بکنند و قانون نکاح یکیش هم در واقع شمول بر طلاقه، یعنی رابطه نکاحی زمانی معتبر است که در رابطه نکاحی شرط اسقاط نکاح هم وجود داشته باشه. و ایلا میگن که این تا آتش جهنم باید ادامه داشته باشه. مثلا فرض بفرمایید که مثل کاتولیک ها میشه، این اشکالی است که در زندگی در البته بسیاری از کشورها و فکر میکنم که حالا باید تحقیق کنم، فکر میکنم از نظر کلیسا هم این موضوع کمی مشروط شده باشه، ولی به صورت اکید هم در مذهب کاتولیک طلاق وجود نداره و طلاق مطابق جنایته. اینی که اگر که یک مردی با یک زنی ازدواج کرد و مثلا دید که این مرد معتاده، این مرد آدم کشه، این مرد یه اخلاقی داره که قبلا 10 تا 20 تا زن داشته، همه اینا رو کشته، چند تاشون توی یخچال گذاشته، گوشتشون رو فروخته، بوده از این چیزها، این میگن ما هم باید طلاق بگیریم از این مرد دیگه، ما نمیتونیم با این مرد زندگی بکنیم. میگه نه، شما تا آخر عمر باید با این مرد زندگی بکنید. این است که عقد اگر که درش قانون طلاق وجود نداشته باشه، از نظر قرآن اون عقد فاقد شرایطه، چون یکی از شرایط هر نکاحی امکان قانونی اسقاط نکاح باید باشه. یعنی هیچ عقدی، حالا بخوایم لغت اصطلاحی شرعی به کار ببریم، هیچ عقدی بدون ایقاع قابل پذیرش نیست. یعنی حتما بایستی که رابطه نکاحی منعقد بشود و رابطه طلاق ایقاع بشود، اتفاق بیفتد، واقع بشود وقتی که لازم است که واقع بشود. اگر که نکاح فاقد امکان ایقاع طلاق باشه، اون نکاح به زنا خواهد بود، چون امکان طلاق درش نیست. حالا یک موضوع فوق‌العاده مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر که یک عقد نکاح نتواند که به طلاق ارادی و اختیاری توسط زن یا مرد برسد و اگر که اینها با هم سازش کنند که ما میخواییم با هم ازدواج کنیم، ولی این ازدواج یک ازدواجیست که هیچ وقت نمیشه که به طلاق برسه، چون طلاق درش نیست، چون طلاق دو بار بیشتر نمیشه. الان ما برای بار سوم با هم ازدواج کردیم، این ازدواج به لحاظ اینکه درش اون المنت، اون عامل طلاق وجود نداره، این نکاح نکاحی نیست که نکاح محسوب بشه، زناستین. چرا؟ چون رابطه مشروع ندارند اینها با هم. یعنی نکاح اسلامی نیست، ممکنه مربوط به یک دین دیگه باشه و بهترم باشه. ما راجع به قرآن، نه راجع به فقه خارج از قرآن، راجع به فقه درون قرآن داریم صحبت میکنیم که در قرآن میگوید طلاق دو بار بیشتر نیست. میگن بار سوم پس چیز؟ میگن بار سوم بار آخریشه. از قرآن بنا بود بگه که طلاق 3 تاست، سومی آخریشه. قرآن میگه 2 تا بیشتر نیست، دومی هم آخریشه. یعنی چه 2 تا بیشتر نیست؟ خب یعنی دومی آخریه دیگه. ولی خب از معجزات فقه خارج از قرآن اینه که همه اینها تغییر شکل میده و طبیعتش عوض میشه. به همین لحاظ هست که زن و شوهر بعد از ازدواج وقتی که به طلاق میرسند و بعد از طلاق مجدداً رجوع میکنند، یا اینکه در عده رجوع نمیکنند، صبر میکنن، عده برطرف میشه، 2 سال دیگه نه اون مرد زن گرفته نه اون زن شوهر کرده، ولی دوران عده تموم شده، البته تصمیم میگیرن که 2 مرتبه برگردن و با هم دیگه زندگی کنن. بعد از دوران تربص یا عده مجدداً اقدام
به عقد نکاح میکنن. پس دو اتفاق میفته، زن و مرد برای بار اول با هم ازدواج میکنند، ازدواج به طلاق میرسه، طلاق وارد عده میشه، وارد تربص میشه، وارد اون سه مرحله تطهیر اجباری میشه و در این مدت یه خوبی داره یه بدی داره. بدیش اینه که زن نمیتونه در این مدت ازدواج بکنه. خوبیش اینه که زن و مرد اگه بخوان با هم برگردن و زندگی کنن احتیاج به تشریفات نکاح نداره. یا در این مورد برگردن، این رجوع درسته که نکاح نداره ولی این عقد مجدد محسوب میشه، چون یک طلاق بینشون گذشته. هر دو نکاحی یا هر دو رابطه محرمیت زن و مرد که یک شماره طلاق بینش واقع بشه، اون نکاح دوم میشه، نکاح بعد از طلاق یا رابطه بعد از طلاق نکاح بعدی محسوب میشه. اینجوری نکاح ها رو ما میشموریم که یک نکاح، این نکاح به طلاق رسیده تمام میشه، نکاح که به طلاق برسه اون نکاح بسته میشه، تمام، یک نکاح. بعد از طلاق چه رجوع بکنند چه صبر بکنند، بعدن عقد بکنند، عقد نکاح بکنند، نکاح دوم شروع شده، چه در رجوع چه در عقد. حالا این نکاح دوم به پیش میره و به علت اختلافاتی که بروز میکنه یا هرچه میشه این هم به طلاق میرسه. این طلاق در گفت نگرش قرآن در صراحت گفته شده که این طلاق نهایی است، دیگه بعد از این چیزی به نام طلاق وجود نداره. ازدواج ممکنه وجود، نگفته نکاح وجود نداره ولی در دلش مستتره. وقتی که شما یک قراردادی دارین، میگن که این جعبه میخوایم، این لیوان آب رو میخوایم، این فنجان رو توش آب بریزیم، میگن خب این فنجان کف نداره، سوراخ کفش، ولی فنجان خوبیه. این فنجان نیست، چون ظرفیت پذیرش آب یا چایی یا قهوه هرچی نداره. چیزی رو میگوین فنجان که کف داشته باشه، تاشم بسته باشه، بتونه که ظرفیت داشته باشه که مظروف آب رو در خودش نگه بداره. نکاح بایستی که بتواند که در خودش خاصیتی به نام طلاق رو داشته باشه. اگر اون خاصیت رو نداشته باشه، چند بار اینو عرض میکنم، اون نکاح یک نکاح قانونی نیست. و رابطه زن و مرد در اسلام، در قرآن، دو جور رابطه بیشتر نیست، یا رابطه نکاحیست یا رابطه زناییست. یعنی شق سوم نداره که ما بگیم که یه کمی از اینه یه کمی از این. اون گری ایریا یا اون فضای خاکستری که در بیشتر جاها وجود داره وجود نداره. رابطه زن و مرد در اسلام سیاه و سفیده، به قول این آمریکایی ها بلک اند وایت، یعنی که یا نکاح یا زناست. بگن حالا همچین نکاح هم نیست، ولی خب زنا هم نیست. البته اینا حرفای بی ربطه، هیچ کدام اینا علمی نیست، هیچ کدام اینا قرآنی نیست. 100% رابطه یک زن و مرد یه رابطه ندارن اصلا که قابل اندازه‌گیری باشه. رابطه نزدیک رو من عرض میکنم، intimate relation، رابطه جسمی و جنسی داشته باشن با هم، دو جور بیشتر نیست، یا نکاحیست یا زنایی. بنابراین اگر نکاحی نیست خیلی اهمیت داره. به این خاطر است که من خیلی روی موضوع تکیه میکنم که چیزی به عنوان این نیست که رابطه اینها نکاحی نیست، خب ولی خب اشتباه کردن یا نمیدونستن یا نمیدونم از این حرفا و اینها، هیچ کدام اینها نمیتونه که مسموع باشه و قابل شنیدن و قابل قبول باشه. به همین لحاظ هست که وقتی که ازدواج دوم به طلاق میکشین، طلاق نهایی است. و اگر که زن و مرد بعد از اون به ازدواج بعدی بپردازن، اون ازدواج بعدی فاقد اعتبار هست. به همین لحاظ چنان که زن و شوهر
بعد از ازدواج به طلاق رسیدن و بعد از طلاق مجددن رجوع کردن یا بعد از دوران تربص و یا عده مجددن اقدام به عقد نکاح کردند، این ازدواج یا این نکاح یا این رجوع هرچه میخواهد باشد، نکاح دوم یا ازدواج دوم محسوب میشود. اینک چنانچه در این نکاح دوم به هر دلیلی برای بار دوم روابط نکاحی اسقاط بشود و به طلاق منجر بشود، زن و شوهر حق ازدواج مجدد رو، یعنی حق ازدواج بار سوم رو در واقع در ارتباط با یکدیگر از دست می دهند و بنابراین الطلاق مرتانه به این معناست که طلاق بین یک زوج محدود به دو بار است و ازدواج بین دو زوج طبعا چون ازدواج باید قانون طلاق داشته باشه، ازدواج هم بین دو نفر به دو بار محدود میشه. هم طلاق و هم ازدواج بین زن و مرد به دو بار بیشتر قابل انجام نیست قبل از اینکه شرایط دیگری رو که تعریف خواهیم کرد به وجود بیاد. اتاق فرمان اگر دقایق کوتاهی به ما تنفس بدید ما برمیگردیم با بینندگان خواهیم.